اهلا وسهلا بكم كشافة المهدي تحيي بكم. ما شاء الله، شكرا 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 شكرا. ابن الشهيد الدفاع المقدس احمد سبيتي. عشر من الله معنا وجعلك من اسباب المهدي ان شاء الله. شكرا. سال 64 شمسی ارتش اسرائیل از مهمترین شهرهای لبنان عقب نشین کرد. زیر آتش رزمندگان مقاومت اومدن بالای این بلندی ها متمرکز شدن. قدیما اینجا که پرستکنی که از پایگاه ارتش اسرائیل بود، بعد هر قله یه پایگاه درست کردن برای 15 سال اونجا موندن. رزمندگان اون تپه مینیتا متمرکز شدن، موزی گرفتن زیر این درخت ها که چهار فصلی هستن، درخت سیمدیان که نعمت از خدا بود، و 15 سال زیر آتش این پایگاه ها و زیر سردی این منطقه با بچه ها جنگیدن جنگ چرکی، و بعد از 15 سال جنوب لبنان آزاد شد. و در جنگ 33 روزه تانک مرکاوا 34 یکی از مهمترین تانک ها در جهان که زیر پای رزمندگان مقاومت در بلاغون شد، ما رو نتیجه کردیم تا بگیم این تانک دیگه ارزش و قیمتی نداره. دیوار طلایی نمای رزمندگان مقاومت همیشه بر علیه ارتش اسرائیل وایساده و امضای حاج عماد مغنی روش هست. هنا في هذه الارض التي تقفون عليها، هنا صلوا ودعوا وناجوا ربهم، هنا كانوا صلة الوصل بين الأرض والسماء، هنا كان مع المجاهدين، وهنا مشى مع أرواحهم مع جهادهم مع إراداتهم وانتصر. أهلا بسماحة آية الله الشيخ محمد طقي المصباح اليزدي، أهلا بك في مليت على أرض المقاومة. من أراد أن ينظر إلى روضة من رياض الجنة في هذا العالم فلينظر إلى هذا المكان الذي شهد فيها عدة من أفضل أولياء الله تعالى على هذه الأرض وفي هذا العصر. أنا باسم مسلم يحب الإسلام وعزته ويحب المسلمين وعزتهم ويحب الجهاد والمجاهدين، فباسم حامل لأخلص تحيات الإمام القائد السيد علي الخامنئي حفظه الله تعالى، جعلنا الله جميعا تابعين لهم ولاحقين بهم، وجعلنا من المستشهدين بين يدي الإمام المنتظر المهدي أجل الله تعالى فرجه. وأستودعكم وأسألكم الدعاء، وأتمنى يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما.